یه مقدمه شروع میکنم بحثمو تا وارد نکات اصلی تر بشه. مقدمه که میخوام صحبت بکنم خیلی باش ناآشنا نیستید و این مقدمه ضروری است برای ما برای بحث. این دنیا شایستگی هاش و پتانسیل هاش و امکاناتش برای تغییر و بهبود به شدت محدوده، ولی روشنفکری سنتی به این توجه نکرده و همیشه وعده دنیایی که تقریبا تا بی نهایت قابل بهسازی و نوسازی هست به نحوی که مشکلاتی از جمله فقر و زجر و اینها درش نباشه. اینها رو من جایی دیگه گفتم و بنابراین اینجا توضیح نمیدم، فقط از باب مقدمه اشاره میکنم و عبور میکنم. از این که خلاصه صحبت میکنم ناچارم و گفتم شرح اینها رو میتونید در سیزنامرگیه تنگاه میکنم به دو دلیل ساده که بسیاری همواره خواستن از اینها تفره برن از پذیرشش. ما یه انسان داریم که به دلیل تمایلات و درخواست‌هاش که نامتناهیه انتها نداره و یک طبیعت که داده‌هاش با یک خصلت نسبی همراهه، باید بپذیریم که حس ناکامی و میل به تنازع یه امر جاودانه. اینو از این بابت میگم که خودم هم چه چیزهایی رو در آینده خواهم گفت حتی اگر غافل شدم و به نحوی گفتم که شکل و شمایل وعده های جدی و بزرگ باشه شما اعتراض بکنید، البته مناظره نه آخر اعتراض و یاد آورید. چی دست ما دادن؟ خلقت به ما مثل یک چوبهایی کما بیش خشک شده داده، خمیر نداده. نظر فاسدی درست بکنم، چوب خشکی که یک کمی با عدم دقت بخواهید راستش بکنید حاصلش فقط شکستن. از این حس ناکامی و از این خشونتی که به تبعش میاد، تنازعی که به تبعش میاد، وضعیتی به وجود میاد که آرنت جمله جالبی راجبش داره در کتاب وضعیت بشری. میگه اگر دنیای انسانها رو به حال خودشون رها کنیم فقط از قانون مرگ تبعیت خواهند کرد. خب این امر دلهره انگیزی، امر ناپسندی است به دلیل همین واقعیتی که بسیاری از روشنفکران، عقلا، دانشمندان، فیلسوفان در پی چاره‌جویی برآمدند. چیکار کنیم که تنها قانون مسلط در زندگی انسان‌ها مرگ نباشه؟ خب همونطور که همتون خبر دارید مشخصا مثلا از زمان روشنگری و بعد از دورهای طولانی جنگ در اروپا بحث عقل و علم و دانش و اینها مطرح شد و با ظهور خیلی پرتنتنه این پا به میدون گذاشت، خیلی ها رو خوشحال کرد و به نظر می رسید که دوران حل مشکلات اساسی رسیده. ولی تقریبا به سرعت، اگر این رو امانش سرعت بتونیم بذاریم، دست کم در طول یکی دو قرن مشخص شد که دوستان ما در دوران اصل روشنگری عجله کردن.
چیزهایی رو دیدن و بر اساس اون نشانه ها قضاوت هایی کردن که یه مقدار عجولانه بود. مشخصا در طول قرن دوم، در طول نیمه دوم قرن بیستم، این یواش یواش به کامن سنس خیلی از فیلسوفان، دانشمندان و متفکران تبدیل شد که این دانش ما، عقلانیت ما که قرار بود اون جمله‌ای که از آرنت نقل کردم رو با اون وجبیت رو این مقدار در کنترل خودش بگیره، ظاهراً مشکل داره. مشکلش هم اینه، عقل و دانش و فلسفه ما و تجربه ما در کشف راست و درست، راست فلسفی علمی و درست اخلاقی ارزشی، دچار شک ها و دچار رقابت هاست و به دشواری میشه یکی از اینها رو بر دیگران غلبه داد. میتونم بگم تقریبا اینها جزء پذیرفته های مسلم دنیای معاصر فکر، فلسفه و روشنفکری است. نمونه است مثلا فرض کنید رورتی یا قبل از اون حتی راوس که در کتاب نظریه عدالت از چیزی اسم میبره به نام سنگینی حکم، و منظورش از تعبیر سنگینی حکم دشواری قضاوت در مبانی هست. اینکه راست نمیپذیره که فکر جدید، روش های جدید بر مبانی نظریه بنیادین استوار بشه و اون نظریه اجماع همپوشان رو مطرح میکنه، منظورش اینه که ما، یعنی دلیل همین خصوصیات بقرنجی های اپیستمولوژی که بهتون گفتم، امکانی که توی جامعه بر سر مبادی توافق صورت بگیره وجود نداره. و اگر ما بیان در واقع سوپر استرکچر رو بنشونیم روی این مبادی، چون مبادی درش اختلاف هست، اون هم استقراری نخواهد بود. اجالتاً و به صورت خیلی سریع یه نتیجه میخوام بگیرم که یه مدارم ممکنه خیلی خوشایند نباشه، ولی بعد سعی کنم یه کمی بیشتر توضیحش بدم، اگرچه بعد از توضیحات هم مطمئن نیستم که از میزان ناخوشایندیش کم میشه. ظاهراً به نظر میرسه که در کنار تلاش های افتان و خیزان و پرماجرا و پرمنازعهی که در دنیای علم برقراره و از اون هم انتظاراتی هست، نمیشه گفت که چیزی رو برای ما برآورده نمی کنه. یعنی نهایتاً بخشی از اون فهمی که به لحاظ تاریخی بردوش عقل و اندیشه و فکر و فلسفه بوده، باید با احتیاط و با کمی اظهار تأسف و شاید شرمندگی دست کم در ابتدا این رو بیاریم روی شونه‌های قدرت و این مأموریت رو و این مسئولیت رو، بخشش رو به قدرت انتقال بدیم. به این معنا که اگر قرار بود برای یک دنیای آزاد تعاطی از کار بتونن اون راست و اون درست رو یک حرکت همگرا و کنوریان داشته باشن بهش، نیازی به این بحث ما نبود. ولی واقعی قضیه اینه که دانشمندان پنج ستاره در دنیای معاصر بسیار به ندرت همدیگر قبول دارن و بسیار به وفور همدیگر رو طرد میکنن. این لزومن حالا همش هم مسائل اخلاقی بر نمیگرده. اون چه که یک دانشمندی ادعای بداهت یا حالا مطالعه عمیق و دقیق تجربی راجبش داره، دانشمند دیگه‌ای در همون سطح از لحاظ اعتبار اونو فاقد ارزش میدونه. معنی این سخن اینه
که این همون سخن راز که قضاوت امر خیلی سنگینه، حکم طاقت فرساست، به راحتی نمیشه را بیده، به خصوص این مبانی صحبت کرد. تا حدودی مثل بحثای دادگاهی میمونه، در جریان این پرونده‌های دادگاهی قرار بگیری، نه حالا بعضی که خیلی تیپیک ممکنه باشه، در ضمن مطالعه پرونده احساسه که چندین بار به نفع متهم یا علیه متهم، یا به نفع خوانده یا به نفع خواهان، عقربه قضاوت شما پایین و بالا میره و شاید اگر آدم منصف و دقیقی باشید در آخرش اینو دار دچار تردید میشید که چه کار سختیه، مثلا من روی حدس و ظن و گمان باید این کار رو انجام بدم. بنابراین به نظر میشه که یک جاهایی اگر کاری قرار پیش بره، سهمی از این ایجاد امنیت رو و ایجاد کامیابی رو و زمینه سازی بر اون رو از دوش جریان‌های روشنفکری بحث پیش رو دارم میگن، یکیشون روی دوش جریان‌های قدرت. چرا؟ قدرت خاصیتش اینه، پرسه سوالی میکنه، اطلاعات اولیه دست میاره، از یه حد دوری گذشت دیگه تسلیم اختلاف نظرها نمیشه. این اختلاف نظرها تنها توانایی که دارن اینه که جلوی انجام کار رو تعهد بگیرن. یه کات میده میگه که باید مذاکره. حالا من که یا ما که در شورای اجرایی این قضیه هستیم، با استفاده از این آرایی که روشنفکران و دانشمندان بهمون دادن یک تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. این مقدمه رو از این باید طرح کردم که چون راجع به بحث قدرت میخوام حرف بزنم و بحث تراکم قدرت، یک کمی اشتازی بشه به خاطر اینکه قدرت حتی اگر چیزی باشه که بنابرای ماهیتش منفوری هست یا بلاز اخلاقی، از جنبه فانکشنال اگر بخواد راهی باز بشه ناگزیره و تا حالا هم این راه همینجور باز شده، تا حالا هم این راه همینطور باز شده. مثلا نمونه بارزش همین چند سال پیش، دو سال پیش، این یه اختلاف نظر عمده بین دو تا دانشمند تراز اول هاروارد کشیم راجع به همین بحث نانو تکنولوژی. خب دو تا دانشمند فوق برجسته نظرشون رو دادن به جامعه علمی عرضه کردن، نظری که اصلا قرار بود که بودجه سنگینی بهش اختصاص پیدا کنه و بعدا بره به سمت ایجاد تکنولوژی که به نظر میاد کارهای بزرگی میتونه انجام بده. دو تا رقیب شدن با دو تا نظریه کمابیش متفاوت. به نظرش اینا راه اینکه یکی از این انتخاب بشه چی بود؟ به هر دلیلی و هر معیاری کنگره آمریکا یکی از اینا رو تصویب کرد که نه، و راهی هم جز این نبود و الا ما شاهد یک دیبیت تا بی نهایت بودیم که اون گفت روش من بهتر، اون روش من بهتر. قدرت به نحوی غیر علمی و چه بسا غیر فرهنگی و غیر مطبوع طبعا امثال ما میاد میگه خب شنیدیم حرفا رو، کفایت مذاکرات ایشون نه ایشون. حالا ممکنه این انتخاب هم انتخاب خیلی خیلی محترم و مستدلی نباشه گهگاه، ولی به نظر میاد که از بی انتخابی به هر حال بهتره، چون قرار کاری صورت بگیره. اینی که بحث مقدماتی رو خلاصه میکنم با این نکته که برخلاف اون که تا حالا فکر میکردیم که اون مشکلی که در ابتدا نقد کردم، یعنی حس ناکامی و میل به تنازل که نتیجه ناگزیر امیال نامتناهی انسان و خصلت نسبی طبیعیه، در کنار اون جمله آرنت که اگه این وجهت به خود رها کنیم قانون مرد فقط برمون حاکم خواهد بود، ما اومدیم سراغ کسانی که قراره با طراحی یه سری نرم افزارهای فکری، اخلاقی، ایدئولوژی و غیره سامان بدن که قانون فقط قانون مرگ و خشونت نباشه. ولی همه شما در جریان هستید که این حرکت اگرچه پیشرفت‌های افتخار آفرینی داشته، ولی وقت اختلاف نظر در اعماق اون و در عمیق‌ترین شکلش ظاهراً ازش جدا نشده و جدا نشدنیه. من باها گفتم از تعبیر به نام خنده آلمان اسم بردن، البته توی محافل عرفی که اینا رو نمیشه مطرح کرد، حتی توی محافل دانشجویی هم سخته،
ولی خیلی خلاصه میگم، دانشمندان به همدیگه میخندن، هر دو هم میخندن، در حالی که یکی از این نظریات احتمال زیادی داره که درست باشه. این هم از اوصاف، بخشش اوصاف روانی در انسان هاست، بخشش هم از اوصاف پلورالیسم اپیستمولوژیکه که به هر حال هر کسی روشی داره و اون روش خودش اعتبار بیشتری میده. حالا اگر این بحث کلی رو دقت کرده باشید که من با چه مقدماتی به این سمت اومدم که ناگزیریم توی حل مشکلات جامعه بشری، خصوصا بحث امنیت و صلح، که با نرم‌افزارهای روشنفکری اگرچه فواید بسیار بود، ولی به وضعیت اطمینان بخش یا نسبتا اطمینان بخش یا چشمانداز قابل قبولی نرسیده و به نظر نمیاد برسه، ما ناگزیریم که بخشی از این مأموریتی که برای جریان روشنفکری تعریف کرده بودیم این رو بکشونیم روی دوش بازار. البته من همینجا دارم میگم که اگرچه زیر زبرهای در این وضعیه هست، ولی در بخش عمده‌ای از این بحثایی که می‌کنم دوستان ایران رو فعلا بذارن داخل پرانتز، چون من می‌دونم این بحثی که داریم می‌کنیم خیلی در این مویی که الان هستیم جواب نمیده. البته ممکنه ذهن شما فکر کنه که خب بخش چه ضرورتی داره. کمترین ضرورتش اینه که اون آرزویی که همه شما داری، یعنی تبدیل ایران به جامعه دموکراتیک، ممکنه 5 سال دیگه بشه. ممکنه 10 سال دیگه بشه. اون وقت مشکلاتی پیش میاد که ما توش میمونیم و تعجب میکنیم و سرخورده میشیم و خدا نکرده مثل این هایی هستیم که فکر میکنیم که یه جامعه مثلا این چنینی، یعنی تبدیل شده یه جامعه دموکراتیک، از فردا قراره مثلا سکه طلا از آسمون بباره. در حالی که من همینجا توی پرانتز البته توی بحث ما نسبتاً شما عرض میکنم که ما هر با این وضعیتمون هر زمان که به سیستم لیبرال دموکراسی ترانزیشن پیدا کنیم، مع الاسف تا یه دوره‌ای که میتونه بین 5 تا 10 تا 15 سال طول بکشه، شاهد یک دموکراسی ضعیف خواهیم بود از نوع پاکستان که یک دسته میان دو بحث را میاندازن و کاملا شکلهای پوپولیسی یه تعداد دور خودی میکشن و رای میگیرن برن توی مجلس، دوره 4 ساله تون همون تموم نشده به جرم ارتشا و دزدی اینا میکشنشون پایین و در واقع شورابه خواهد بود. و اصلا اونجور که خیلی از دوستان تلقی کنن بلافاصله بعد از یک حکومت لیبرال دموکراسی، حتی اگر نه از داخل ما، از نخبگان آمریکا و ژاپن انتخاب کنن بیان اینجا، مشکلات دود نمیشه داره هوا. بله بخشایش ممکنه در یک چشمنداز آماده حل و فصل بشه. برای یک کسی دنبال معجزه‌ای هست، من صراحتا میگم که به نحو رقت‌انگیز اشتباه میکنه و این همون اشتباهی بود که انقلاب 57 هم صورت گرفت. حالا یه دی با یک ایدئولوژی دیگه وعده در واقع مطلوبات بزرگ دارن، فرق نمیکنه شما با یک ایدئولوژی دیگه هم بیاد دارید، اگرچه این دو ایدئولوژی با هم فرق میکنن، اصلا وعده های بزرگ دادن به نظر من یه مقدار کم‌لطفی در حق شنوندگان اون وعده ها، به خاطر اینکه رفته رفته اونها رو به سیاست و به وعده های سیاسی در واقع بدبین میکنه. بنابراین ترجیح میدم که بحث ایران رو حتی در توی این مقدمات که دارم میگم فعلا از ذهنمون بیرون بذاریم و فکر کنیم که توی مثلا یک کشوری مثل ترکیه هستیم، فکر کنیم توی کشوری هستیم که مشکلات کماکان وجود داره و همین بحث سیاسی هم وجود داره، ولی نه با یه جریان های تا این حد شداد و بلاغ شما روبرو نیستید. البته بعدا به درد ما هم خواهد خورد، هم در حالا هم در بعد. منتها این به تذکر میدم چون خیلی از افراد این سخنان رو تقریبا به شرایط فعلی و حقم دارن کاملا به نظر من احساس کنن که اصلا هیچ تناسبی نداره، من راجع به امپریالیسم صحبت کرده بودم، البته همه دوستان میدونن که واژه امپریالیسم برای من یه واژه در واقع ناخوشاینده، منتها به هر حال وجود داره و من راجع به صحبت میکنم. بیایم یه مقدار دقت کنیم امپریالیسم یعنی چی. ببینید امپریالیسم عبارت است از یک تفسیر مسلط دیسکورسیو
از یه پدیده به نام قدرت متراکم لیبرالی. برای اینکه این بحث رو روشن‌تر کنم یه مثال دیگه می‌زنم. همه شما با بحث فمینیستی آشنا هستید. این بحث فمینیستی دو تا تعبیر جنس و جنسیت رو از هم دیگه تفکیک می‌کنه. شما خواهم گفت که جنس یعنی همین که یکی زنی یکی مردی، یکی می‌تونه باروری کنه یکی نمی‌تونه بکنه. این جنس. ولی جنسیت اون تفسیر دیسکورسیو مسلطی است که از این اختلاف ارائه میشه، یعنی از این که نفر زنی نفر مرد، از خود این که در نمیاد که این چه شغلی باید بشه اون چه شغلی، این چه حقی باید بشه اون چه حقی. یک گفتمان فرهنگی سیاسی اجتماعی میاد و میگه من حکم میکنم یا من تفسیر میکنم که وقتی این تفاوت وجود داره این تفاوت متضمن این قضایه است، یعنی زنان این شغلا رو نمیتونن داشته باشن، اینجور جا نمیتونن برن، اینجور پوشش نمیتونن بپوشن، تحت سلطه مثلا همسرانشون باشن و الی آخر. اینها امور جنسیتی هستن، جندر به اصطلاح، نه امور مربوط به جنس یعنی به سکس، یعنی به اون فیزیولوژی متفاوت. حالا رابطه قدرت و امپریالیسم هم رابطه جنس هست و جنسیت. ما یه قدرت که میبینیم میشناسیم هم در فضای خصوصی هم در فضای بین‌الملل، قدرت توانایی. خود این چیزی بیشتر از این نمیگه، ولی یه تفسیر سیاسی اجتماعی رو این گذاشته میشه. این تفسیر چیه؟ که این قدرت از یه جاهایی اومده، مال خودشون نیست، مثلا مال دوران اجتماعی. حاضری بضاعت اونا رد دست الینا، این مال ما بوده اول، مال ماست، ما باید برگردیم. و دیگر این که این متضمن ناامنیه، متضمن جنگه، متضمن اجحافه. و نمیه این که در مقابل این باید ایستاد و این باید مخالف هستن، این رو زمین زد و الاخر. حالا بچه فمینیست به ما مربوط نیست، اونم میشه بررسی کرد که چه مشبه هایی، چه مکانیست هایی کمک کرد تا از جنس تفسیر جنسیت داده بشه. ولی اینجا رو نظرم این که به صورت خیلی خلاصه، البته چه تصوری وجود داشته از قدرت، تفسیر امپریالیستی در واقع ارائه شد. اولا این چیز رو دقت بکنید، قدرت به دلیل همون مقدمه که پیش از این عرض کردم ذات روابط اجتماعی، ولی ما دوست نداریم، دوست داریم بیشتر روابط اجتماعی در اساس دوستی و عشق و ایثار صورت بگیریم. ولی اگر دفعه دیگه ما دنیا رو آفریدیم احتمالاً این مسئله توش رعایت میکنیم، حالا که این وظیفه رو به ما نسپردن. و به نظر من انسان موجودی است که کرامت نداره و هیچ چیزی که بخواد به صورت جدی بخواد به بالا نداره. ما یک حلقه‌ای هستیم در سلسله تکاملی که از آمیب شروع شد و به میمون رسید. بنابراین تو خودمون که نگاه میکنیم احساس میکنیم که تفاوت هامون با یک ببر، با یک گرد اینه که بعضی وقتا از عقلمون استفاده میکنیم در این که واکنش های غریزی منو یک کمی با ملاحظه بیشتر ارائه کنیم. البته این هست که عقل یه مقداری که بندش رو باز کنی و بره برای گردش های روزانه و اسونش به دامن دنیام در میپیچه و راجبه انفجار بزرگ و راجبه خلقت عالم و راجبه اینام یه فکرهایی میکنه، مطمئن این جنگ تصریح عقله، مسئولیت اصلیش نیست. مسئولیت اصلی عقل آنچنان که تک تک شما میتونید مثلا به یک هفته بود اصلی خودتون رو بررسی کنید، ببینید کجا از عقلتون استفاده کرد. یک کاری میخواستید بکنید، فکر کردید چه ابزاری به کار بگیرید که بهتر به هدفتون برسید. عقل یعنی این. و بعد اگه به اون کاراتون دقت کنید، اون کاراتون یه سلسله خواهشه که بعضی هاش که هیچ فرقی با حیوانات نمیکنه. خودتون در نظر بگیرید موقعی که خیلی تشنه، موقعی که خیلی گرسنه، اون موقعی که خیلی سنخته و الی آخر، و احساس بکنید که آتش خواهش از چشمانتون داره گر میکشه
همونجور که یک پلنگ، همونجور که یک گرد، همونجور که یک شیر. تفاوت ما دستگاهی داریم به نام عقل که مثل یک وزیره کناره اون میشینه و میگه که بعضی از این امیارش اگه به این ترتیب به صورت غریزی و ساده و ابتدایی مطرح بکنی توابعی که برات داره به لحاظ رنج نقض غرض میکنه. بنابراین یه برنامه من کمکت کنم بریز که به همین هدفات برسی آرامتر، پایدارتر و قابل دفاعتر. بنابراین اگر که برای انسان موقعیت‌های خیلی متفاوت و خیلی متعالی در نظر گرفتیم، ظاهرم خیلی معلومه که مصیب باشیم به اصطلاح، یعنی به هدف زده باشیم. به نظر میاد که احوالاتی که ما در خودمون می‌بینیم نه نظریه‌های فلسفی، همین احوالاتی که ما با انصاف در دورن خودمون می‌بینیم، می‌بینیم که شاید بخشی نزدیک به بالای 90% از حرکات ما جذب مطلوبات اولیه‌مونه که مطمئناً آب و غذا و نمی‌دونم تفریح و تفرج خون و اینا هسته سخت بشن. اگر به کتاب و مثلا ملودی‌های مثلا واگنر اینا بکشه و نقاشی‌های نمی‌دونم ایمپرسیونیستی این حرف ها، این ها مثل سالاد و ماسته توی سفره است، ولی اون قسمت اصلی، اون قاز سرخ کرده و اون قاب های برنج و اینا که در وسط قرار میگیره، اونا همین چیزه است که ما با حیوان به نحو شاید نگران کننده و ناامید کننده توش مشترک. بنابراین چون به همین دلیل هم هست که قدرت اگرچه ما اون رو مطرود میدونیم ولی در عمل خیلی تأثیر میذاره و خیلی دنیای ما رو داره میچرخونه. در این سوال بکنیم که چرا از تراکم قدرت لیبرالی یه همچین تفسیری داده شد. من بیان مثبت و قابل دفاعش رو میگیرم سراغ بحثایی مهمی مثل کاوش روانشناسانه و روانکاوانه حتی و بحثای ارزم بودشان رقابت و حسادت و هویت و دین و اینجور چیزایی که عوامل بسیار مهمی در تشکیل پدیده به نام امپریالیسم و مبارزه با امپریالیسم اینا هست وارد اونها نمیشن. این بحثه نسبتاً آرامتری در پیش میگیره. ادعای بسیار اینه که تراکم قدرت که نامش امپریالیسم میذارن با سلطه‌جویی همراهه. این حرف کاملا درست. قدرت در ذاتش انتشاریاب، غلبه کننده، قاهر، رقیب سوز، در واقع همه اصطلاحی که راجع به عشق میگن، فرق نمی کنه. این هست. اون تا آیا آنچنان که ما خیلی وقت باور کردیم این حرف رو قبول بکنیم، همه انواع قدرت این خصوصیت رو دارند و بعضیش؟ من به نظر میاد که قدرت ها با هم دیگه فرق میکنن. بعضی از قدرت ها امنیت میاره، صلح میاره و حتی میتونه عدالت بیاره و بعضی قدرت ها همه اینها رو میسوزن. لازم نیست بحث تئوریک انجام بدیم، از نزدیکترین تجربیاتمون دلاله تاریخی استفاده کنیم. ببینید راست افراطی به قدرت درسیه حاصل چیزیست که به نظر میاد در گذشته تاریخ که بی همتا بوده در آینده تاریخ هم کاملا امیدواریم که بی همتا بمونه. خشونت به نحوی که الان که بعد از 50 60 سال بعد از اینکه میگم مثلا دختر 15 16 ساله من میبینه میگه که واقعا اینا فیلمه، یعنی امکان داره توی این دنیا بشه اینجوری خشونت به خرج داد. اون طرف چپ افراطی سرگذشتش تا حدی روشنه. بعضی از این کتاب هایی که بخونید به نظر من تا چند روز باید تلاش کنید تا بتونید به قرار سابق خودتون برگردید و زندگی خوردن و نوشیدن و لذت بردن رو دوباره تمرین کنید. سومش هم جنبه بنیادگراییه. حالا برجای آمریکا هیچ. گویی که من همون موقع از لومون با تماس گرفتن برای مصاحبه با کمال افتخار گفتم که موده که الان میگن که خب مادرمون میسوزه برای اون بچه ها و خانم هایی که توی اونجا بودن، بنده اصلا این حالت رو ندارم.
بنده برای خود دو تا برج دو قلو به عنوان نماد فرهنگ و افتخار تمدن بشریت قصدمه. اون که اگه کسی برای اون بچه ها قصدش نباشه که باید به روانپزشک مراجعه بکنه. ولی غیر از این که برای اون بچه هایی که اونجا کشته شدن، زنان که کشته شدن، برای نماد تمدن، بزرگترین نمادها، برای بزرگترین تمدن فعلی دنیا، برای این نگران هست. ولی حالا اصلا اون رها کنیم. این اتفاقی در عراق داره میفته. زن و بچه اون این از چه تفکری میتونه در بیاد؟ کسانی که امپریالیسم رو نقد میکنن به دشواری میتونن نمونه هایی از اینها بیارن. ارتش آمریکا اولا که به نظر من سهم بسیار بسیار کثیر در این سکر جنگ ویتنام میگن، اینها داستان‌های ساختگی ژورنالیسمه که میدونی ژورنالیسم ها که من خودم به این حرفه نزدیکم و ولی خودشون میگن، خودشون رو قبول دارن که فاجعه غذای ژورنالیسمه. یعنی فاجعه نباشه روزنامه یا باید ببندن یا چیز جدی برای گفتن نداره. اینه که طبیعیه که اونا به شکار و بعضی وقتا به تولید بعضی این چیزا با شاخا برگشتن برن. ولی برای من افتخار لیبرالیسم غرب اینه که اگر گزارش بده که یک سرباز در ویتنام مثلا به یک خانم تجاوز کرده، این میرفتن محاکمه میشد. بهش نمیگفتن این غنیمت بوده حلال جونه، محاکمه میشد، زندان میرفت. و چه بسا اگه قتل انجام داده بود این میتونست خیلی خیلی طولانی هم بشه. بنابراین بیاد رابطه قدرت و خشونت رو در این ورژن های متفاوت که وجود داره مقایسه کن. اپنی ذهن شما لبریز از این اطلاعاته، نیازی نیست من یادیم من فرمی دارم بیان با مقایسه کنیم. القاعده رو با نازیست با کمونیسم استالین. ببینید اینها وقتی قدرت به دستشون رسید چه کار کردن و بعد دنیای لیبرال دموکراسی ببینید که با قدرتش چه کار کرد. اگر بعضی از شما ناشی از به اصطلاح عادت و الفت و انسی که با سخنان کاملا متفاوت با اینها داشتید نگران نشید و جا نخورید، مأموریتی اونها برای خودشون تعریف کردن در طول یک دو قرن گذشته، حفظ امنیت دنیا در مقابل ناامنی های ناشی از قدرت این جریان سگانه است. گفتم تو جنگ جهانی اول، تو جنگ جهانی دوم و الان به تناسب که کدوم یکی از اینها در چه شرایطی خودش رو به اصطلاح مطرح میکرد. اما قدرت های لیبرالی تراکم قدرتشون هم مشکل جدی به بار نیاورد. البته تبلیغات در این دنیا خیلی قدرت داره. کاری آسان تر از این نیست که مثلا توی ویتنام یه نفر میشه میره یه سرباز نام سازه یه شلیک میکنه و بعد مثل همین روزایی که خودمون میگیریم و مثلا میگیم که یعنی یه امام حسین و بعد آب و تابش میدیم و خلایق هم چنان گریه میکنن که اصلش که تعزیه عاشوراست. یه آدم بدبختی که نقش شیعه رو داره بازی میکنه چه بسا خودش روز اصلا نماز شب میخونه، تمام حکمی که راجبه شخص شیعه میخواستن اجرا کنن روی خود اون در حال شخصی که داره اون تعزیه رو اجرا میکنه اجرا میکنه. این کار کار آسونیه. اون زمان آسون بود، الان که امکانات مدیاتیک در اختیار ماست آسون تره. اون طور بود امکانات مدیاتیک رو خیلی نباید بشه اعتماد کرد. کمترین کاری که میتونن کنن اینه که یه انتخابهای خاصی میکنن، انتخابهای خاصی میکنن به صحنه‌های خاصی، به حرفهای خاصی. ببینید حاصل یکی از ژورنالیست‌های معروف توی این قضایه زندان ابو غریب نوشت، این که تا دنیا دنیاست سربازی رو که میفرستی که بجنگه این کار خلاف میکنه، این که چیز عجیب و غریبی نیست، چیز قابل کنترلی هم نیست. منتها ماها اگه سربازان رو میهمش پایی بکنن میان مدال بهشون بگیم، مثل آقای نقدی بود، آقای نقدی و آقای تکوی دانشگاه مدال بهشون میگیم، اونا میگیرن محاکمه میکنن. فرق دموکراسی و غیر دموکراسی اینه، نه که در حکومت های دموکراسی این اتفاق نمیفته، مگه در آمریکا، در انگلستان، در استرالیا مگه قتل اتفاق نمیفته، مگه تجاوز اتفاق نمیفته؟ شاید اصلا اتفاق نمیفته، حتی مگر ارتشا در میان رهبران سیاسی اتفاق نمیفته. مهم اینه که بعدش باشون چی کار میکنن.
این نهایت سوال لویس که اینجا در میاد این حرفا رو میزنن که اینا بدترن، اینا مثل بقیه هم خاطر که اینا همین کارو کردن. این کار اتفاق میفته توی دنیا، مهم اینه که شما بعدش باش چی کار میکنی. من اونو سه تاکید میکنم. ببینید انواع قدرت داریم، تراکم بعضی از اینها امنیت و صلح جهانی رو تهدید میکنه، تراکم بعضی از اینها امنیت و صلح جهانی رو حفظ میکنه. جنگ جهانی دوم به خصوص میتونست چهره دنیا رو کاملا زیر و زبر کنه. اون چیزی که اومد و نگذاشت همین بود و انصافا بهره چندانی هم نبود، فقط مشروط به اینکه کمی از این نظریات وابستگی و اینجور چیزها ذهنتون بیاد بیرون. نمونه این نزدیکتر چه بگیم، مثلا حمله به بوسنی، چیزی که ما دعایه شده شدیم، گفتیم مسلمان هم باید فلان کرد بخمان، چیزی که حقی بود که به فرانسوی ها و آلمانی ها میرسید که زیر بوشش مونید و در مسائل حقوق بشری خیلی بیشتر ادعا داشت، ولی از اون ور دنیا اومدن این ماجرا رو فیصله دادن رفتن و صحنه هایی که گاهی در یک روز شما 5,000-10,000 زن و بچه رو به شکل نسل کشی میدید که از بین برن، اینا تموم شد. چه هنرمندی حیرت انگیزی تو این دنیا هست که آینه صبوف رو ترجمه شبانه میکنه؟ خیلی حیرت انگیز ها. همین رو هم وارونه خونی میکنن که حالا یا به صورت متافیزیکی میگن حتما یه چیزی بوده اگر ما ندونیم، یا هم که میان که مثلا فرض کنید که همین صحبت که راجع به عراق میکردن که گفتن اگر عراق 40 سال دیگه نفت شد در جا به نیروهایی که اومدن بده، جواب همین بودجه سال اول اونا رو نمیده. حالا به این ساده لوحی ها رو این مقدار به نظر میاد کنار برد. پس ببینید قدرت متراکم لیبرالی که اسمش میذارن امپریالیسم، اولا اون بحث سلطه‌جویی که میگن در کار نبوده، در حالی که در مورد بقیه اینها بوده. خود ما اول انقلاب چی میگفتیم؟ پرچم اسلام رو میخواستیم بر سر کاخهای سرخ و سفید، چی؟ به سرخ و سیاه؟ سفیده ولی خون گفتن سیاه، در احتزاز در بیاریم. و وقتی که حمله کردیم به عراق، بحث به عراق نبود، گفتیم ما بلافاصله با اسرائیل و یعنی دنیا رو میخواستیم بگیریم، در تئوری دنیا رو میخواستیم بگیریم. شوروی هم که درسته که خیلی وسیع عمل نکرد، ولی یه جایی زیاد عمل کرد، کمپینش افغانستان و نمیدونم کامبوج و کوبا و چی دیگه میمونه. فاشیستام البته دوره کوتاهی درخشیدن، ولی ژاپن یه فاصله خیلی کوتاه داشتن که کل آسیا و اقیانوسیه رو بگیره. بارها گفتم یکی از خصوصیات کوچیک چینه که 11 میلیون چینی رو قتل عام کرد، ولی ما هرگز از امپریالیسم ژاپن اسم نبرد چون مشکلمون جایی دیگه بود. خب از نیروهای لیبرال و قدرتشون و دخالتشون در دنیا موارد متعددی دخالت‌هایی بوده، صراحتاً تماماً و غریباً در دفاع از انسانیت در مقابل با فقر و ارزم به حضور شما کنترل امنیت. حالا چه در جمعه جنگ جهانی دوم یا یه این سوستن بسنی ارزه بود، هنوز هم با شما هم با بعض شما هم راهی میکنن، میشه بارون بخونی کرد شما عادت کردیم، میشه به رایگو بگیم مال اون مال نفتشه، اون مال مثلا فصل بنزینشه، اون مال اورانیومشه، اون مال یک منطقه سوق الجیشیه. ولی من به نظرم میاد که همونطور که فلسفه علم میگن وقتی شما خواستید یه چیزی رو تبیین علمی بکنید، یکی از معیارهای رقابت پارادایم‌ها و رقابت تئوری‌ها اینه که اونایی که اطلاعات پشت پرده و ترم‌های نادیدنی و ترم‌های کمتر احتیاج دارن، اینا تئوری برترن. همون سنتریسیتی که در درسیت مثلا به نظر من سنتریسیتی اقتضا میکنه که ما همین ها رو ببینیم. و من اتفاقا من توی فرانسه دارم میگم کم کم دنیا باید سعی کنه تلاش کنه که اشتاق کنه که سیاست همینه که پیدا بود، نه اینکه هیچ پشت پرده ای نیست. پشت پرده ای که پیش پرده رو تکون بده و زیر در برکنه نیست، چون در همین حکومت که ما الان وجود داریم برای شناختن واقعیت این حکومت به اطلاعات پشت پرده نیاز داریم. هم تو در مورد جایگی هم همینطور، بله پشت پرده هایی همیشه هست، من تو این چیزی محدودیه،
و خیلی اصلا بین احزابه، نه در حکومت. حکومت اون یکی تو بشه اعلام میکنه. بنابراین اصلا این تفکرات جایگاه ناپلئونیو که وقتی ما این سری فکت‌های سریع رو می‌ذاریم که بر اساس اونو عمل می‌کنیم، ما فلان داره من لبخند می‌زنه، هدیه هم که به هم میده، کارم هم که برای من انجام میده، خب خوب آدمیه. وقتی من میتونم بگم نه، اینا همش به خاطر اقفال منه، این حتما یه آدم نمیستن از اینجا رو نکاریم، نه که چنین چیزی در این دنیا امکان نداره، ولی یه چیزی خاص هر چیزی همچین خطه هایی رو میبینه اون رو تفسیر بکنه، خب این دنیا رو چه شکلی دارن؟ در دنیایی که قدرت متوسم لیبرالی وجود داره، اونچنان که این انسان با این خصوصیاتش میتونه با اونچنان که تاریخ بانشون میده به حدود قابل قبول رسیدن که میتونن امنیت و عدالت فراهم بکنن، گرچه البته با ایدئال هایی که میشه داشت خیلی خیلی فاصله داره. من یعنی که ما گاهی به این فکر میکنیم که همینطور که دنیا میره جلو اون ایدئال ها میره جلو، یعنی ما در واقع یه جوری به اصطلاح سیستماتیکمان هیچ وقتمون ایدئال ها نمیرسیم. شما که خود ما اگه امروز ماشین نداشته باشیم پیکان میخوان پیکان گرفتیم، مثلا فرض کنیم که چه میدونم پیجو میخوان پیجو گرفتیم، ممکنه بنز بخوان. یعنی چون دنیا انتظاراتش انسان به حسب هم موسیقیم فراغون جلو میره، اصلا امکان تصدیق آرمان با واقعیت وجود نداره. این که یک حکومت نتنس آرمان ها رو محقق کنه این عیبش نیست، چون به تناسب اون آرمان ها با سرعت بیشتر جلو میره. همین الان میشه حد زد که اون اتفاقاتی که در دارفور داره میفته، اون اتفاقاتی گاهی در بنگلادش و پاکستان داره میفته، اون اتفاقاتی که چند دهه پیش در کامبوج اتفاق افتاد و این چیزی شبیه جنگ داخلیه، اگر قدرت های متراکم لیبرالی نبودن دنیا به چه سمتی میرفت؟ هیچ بعید نبود که تمامش در آتش جنگ شده بردشه. البته باز هم این اعتراض وجود داره که میگن آقا اونها خودشون مثلا، من خیلی ساده و سریع دارم میگم شاید من آیکیون پایینه، من این حرفا رو نمیفهمم خودشون یعنی چی. شما همین الان توی ایران خودتون بیاید، من 100 تا ده به شما نشون میدم دهاتی که با هم دیگه 1 کیلومتر فاصله دارن، احتمالاً پای دولت برای سرباز گرفتن به اونجا نرسیده. اینها به خون هم تشنه اند، اگه جنگ بین دو تا ده یه مورد که ایشون مثلا نگه این بود که مرکز مشقای استان فارس دو تا ده دیدن که بالای تپه پایین تپه 100 تا پله بینشون فاصله، یه مدرسه درست کردیم بودیم دو تا مدرسه نمیشه درست کرد، یه مدرسه درست کردیم خب باید یکی از اینا درست میکردیم دیگه، وسط پله ها نمیتونیم درست کنیم. اونم اون پیرانش قسم خوردن که اگه نوامیش اون برباد بره لیل ممکنه مدرسه چیز اون دست نمیدن. آدم ها اینا چی اومده تخمه مثلا پرس کنه نمیدونم تفرقه اینا کشته انگلیسه ها بنام که این دو تا دیگه که تو عمرشون ماهارم آدم های عجیبایی برشون بودیم و یک کسی هر رفته بودیم مثلا اونا اومدن این حرف چیه؟ بنی بشر یه جوری مثل دو تا ایجون به زشتی قفص چند دلشون توافق میکنن. ما ها ممکنه فرق بمونه که در اولی بگم یه سنگی چیز تو ابزار میتونه بسازیم، یه سنگی مثلا چیز بیشتر می‌گردیم و بعد اینکه اینا رو فکر کنیم که احتمالاً میتونیم مثلا یه پکت مصالحه آمیز هم امضا بکنیم. ما اومدیم یعنی ما که گفتمان مصالحه داشتن که در 50 60 سال گذشته اومده از این موجودات فلک‌زده کپچره کپ اجتماع آیه های قرآن و مصحف مطلق درست کرده و بعد هر خرابکاری که نکنن میگن آمریکایی‌ها یا آفریقایی‌ها یا فلان اینا اومدن مثلا این اختلاف در بین اینها. ما که عمر سوزون راه اندازیم چه نیازی هست که انگلیسی بیان برای ما مثلا زمینه اختلاف ایجاد بکنن؟ معنی نداره این سخن. بنابراین این نکته که در واقع به اونها نسبت بدیم این مشکلی که در خودمون وجود داره به نظر میاد که خیلی قابل دفاع نیست و اندکی دست فشار قدرت از روی جوامع پیرامونی برداشته بشه استعداد فوق العاده ای برای یه نوع جنگ داخلی و قبیله ای که اگه ادامه پیدا کنه میشه ضرب در صد ضرب در هزار اون اتفاقی که الان در عراق داره میفته. و اینم دقت کنید که در عراق اگه آمریکایی‌ها رو میکشتن خب قضیه فرق میکرد، ولی شیعه و سنی دارن همدیگه رو میکشن و این نشون میده که اگر واقعا به نظر من اگر هیچ قدرتی هم اینجا نیومده بود، مثلا صدام در اصل یک کودتا سقوط کرده و دولت نتونسته بودن حکومت دیگه بیاره و مثلا شیعه ها در پی این برمیدن که کار انجام بدن، همین اتفاقات میافتاد. بنابراین این که ما همیشه فلاکت جوامع رو بدبختی ها رو فقر ها رو ظلم ها رو زشت ها رو نسبت میدیم به قدرت و مشخصا قدرت کشورهای لیبرالی، این به نظر میاد که یک
عادتی است که در واقع در چارچوب یک دیسکورس خاصی من رو فرا گرفتیم و خیلی قابل دفاع نیست. حالا سوالم اینه، من مدعیم که قدرت متراکم لیبرالی نه تنها فساد و ناامنی نمیاره، بلکه مهمترین مدافع امنیت و صلح از اون مقدارش که میشده. ما که شاهد امنیت و صلح به صورت جدی نبودیم، ولی بالاخره همواره این دنیا امکان وجود داره که هیتلری به وجود بیاد با استناد به اون بحران اقتصادی دهه‌ی آلمان و با استناد به اون سرخوردی که آلمانی از قرارداد در واقع جنگ اول داشتن و چیزهای دیگه، یه همچه اتفاقاتی بیفته. این رو همواره در پاریس باید منتظرش بود. منتها مهم اینه که چیا و به چه نیتی اومدن در واقع این اساسها رو کنترل کردن، جمع کردن. البته اصلا ضرورتی نداره که اونها انسان‌های خیراندیش و نیک نفسی باشن و اونها را قضاوت مورال و اخلاقی بکنیم. کافی فانکشنال باشن، کافیه در جهت منافع خودشون کاری میکنن که منافع ما هم تامین میشه. این برای ستایششون کافیه. علاوه بر این که به نظر من در رغم اون تبلیغاتی که معمولا توی ذهنهای بسیاری از ما بوده، گاهی که من دقت میکنم در احوال این سیاستمداران جوامع لیبرال، یه احساسی از ستایش و دلسوزی نسبت بهشون پیدا میکنم. ستایش از این حیث که من انسانهای بزرگی هم، انسانهایی که در بسیاری موارد جنبه‌های اخلاقی را در کنترل قدرت رعایت میکنن، و دلسوزی از این حیث که اینا چی شد باید در مواردی که حرف حساب دارن این حرف حساب به مردم پالی کنن، مردمی که در واقع نوک دماغش نمیبینن، دنبال این که فعلا جنس گرون نشه، فعلا من از این پاسنم استفاده کنم فلان فلان، اصلا درش از یک نظمی که قراره 50 میلیون 100 میلیون چیز زندگی کنن گیرم، تو هم یه جورایی یه امکاناتی برای خود فراهم کردی رفتی. این که مثل همون حیوانایی که میان بیرون یه سوشه کافه میدونن که لونش، ولی قرار یک سامانی تعریف بشه، این سامان یه دفعه به ضرر من هست به نفع من نگاهی که چاسوی برنامه‌ریزی باید باشه، و این که توی فضای دموکراتیک دولت مردم چجوری میتونن مردم رو متقاعد کنن به نظرم واقعا یک ایمپاسیبل میشن. این که چرا قدرت های متراکم لیبرالی ناامنی به وجود نمیاد، پاسخ من این که چون پارتیکولاریست نیستن. اون سه قدرت که براتون گفتم هر سه تا پارتیکولاریست هم. پارتیکولاریست یعنی چه؟ یعنی یک معیاری رو به عنوان معیار حق تعریف میکنه و معتقده کسانی که این معیار رو بهش متدین یا متعدد نیستن یا باید کشته بشن یا دستشن در حواشی ارادتی دنامان یا سعادتی بذاریم، مثلا مثل افغان ها در این کلنگی بذاریم نشتر، یعنی نماغوشتی بکن یا یه زندرسی به سلاس شد. بنیادگرایی که 100% اینطوره، استراتژی که اعلام کرده محب تمام چهره های فران و نشنش این یعنی دفته اگه یه جایی میاد حمله میکنه مثلا فرصان یه تمله نظامی میکنه حتی یه سرواز رو میکنه وقتی فردی براش نمیکنه از دارالکفر یا حتی دارالاسلام، هر جوری که باشه اون تفکر رو ببینید الان القاعده داره 300 تا 300 تا 400 تا 400 تا نفوس یک جامعه اسلامی رو به خشن‌ترین شکل میکشه، چه استراتژی آمریکا در اینجا به شکست بکشه؟ من اگر شما این رو مثلا عصبانیت یا تندری تلقی نکنید، احساس کنم که خرسی که داره مثلا یه بره رو یه بزباله رو مثلا با دندونش قلیش قلیش میکنه، میشه یه خود بیشتر از اون در یه موقعیت رو به صلاح سطح بالاتری تلقی کرد. برای حداقل در اینکه ما از توانای عقلی اینا محرومه. ببینید این هیچ جز یک انتقام کور غریزی نیست که فلان کردی حالا جواب شده. من احساس کنم که طرف اگه احساس کنم که خودش رو در بستشم آتیش بزنه اونا رنج میبرن، این کارو میکنه. بنابراین اون قدرتی که ناامنی میاره قدرت بنیادگرایی حداقل در اصل ما. فاشیسم و کمونیسم هم که خودتون بنده به کافیش طبقه شده دارید، من چیزیش دردی نمیدونم. ولی لیبرالیست پارتیکولاریست نیست. البته طبیعتا اونا ارزش هایی دارن، تبلیغ میکنن، دوست دارن این ارزششون جهانگیر بشه، همه به این ارزش ها متعدد بشن، تا اینجاش اشکالی نداره. این که اسلحه برداری برای این کار مشکل اینجاست، ولی هر کسی تو این دنیا اون چیزی که به نظرش درست میرسه اونها رو در پی گسترده کردنش هست. ولی تفاوت اینجاست،
قدرت متراکم لیبرالی که تحت نام امپریالیسم ازش نام میبرند ایده های خودش رو با تلویزیون پخش میکنه، با سینما پخش میکنه، با کتاب پخش میکنه. ولی بعضی از کشورها در کیف سامسونش دیپلمات هاشون اسلحه میذارن و اونجا به سه فعالیت های ایران دوستانه و بشر دوستانه مشغول میشه. فرق اینا نیست. کجا شما سوال دارید که مثلا توی فضاهایی که ما داریم ازش بحث میکنیم از این حرفا توجی داشته باشیم؟ حتی فارغ از این فضاها، مثلا کمیتاز توی ژاپنی ها بود، کشوری که به شدت استعداد فعالیت های فاشیستی داشت، خیلی هم انجام بود. هر قدرتی لزوماً صلح و امنیت رو تهدید نمی‌کنه. هر قدرتی هر چقدر هم که متراکم‌تر، قدرتمندتر، فشرده‌تر و توانمندتر باشه، ضرورتاً صلح و امنیت تهدید نمی‌کنه. قدرتی صلح و امنیت رو تهدید می‌کنه و وقتی قدرتمندتر شد بیشتر تهدید می‌کنه. چه پارتیکولاریست باشه؟ یعنی یا بر اساس نژاد، یا بر اساس ملیت، یا بر اساس آیین. واسه هر چیزی دیگه حقی تعریف میکنه و باطل، و طبیعتاً حق باید باطل از این برداره تا جایی که بتونه. ولی در فضایی که حق و باطل تعریف نمیشه، بهتر و بدتره و راهش هم ارائه است. و جالب اینجاست که اونها برای توسعه ارزش‌های خودشون دچار تعبی نبودن. ژاپنی‌ها نتونستن ایده های سامورایی خودشون به همه جهان ساده کنم، الا فقط لباس کیمونو و اون شمشیری که تنگیز هایی برای قشنگی به دیوار آویزون داشت. بنیادگراها نتونستن ایده قدسوزی و انتحار و عرضن و حضورش و روز گرفتن اونجور تا روزن و ساده کنن، کس کسی شده تا نیست. ولی اونا براحتی مثلا فیلم میذارن، فیلم های ملودرام میذارن، فیلم های اکشن میذارن، فیلم های اروتیک میذارن، پخش میکنن از چین و ژاپن و همین دارالاسلام خودمون و اینها استفاده میکنن. یعنی مشکل جدی ندارن که بخوان اصلا خشونت متوسل بشن. اینا احساسات، عواطف و تمایلات انسانی در نظر گرفتن و بر اساس همون. البته باز در اینجا یک کامنتی وجود داره که میگن خب اینا این کارو میکنن که جوانان ما فاسد بشن، من اصلا مبارزه کنم. جوانان ما در دهه 10، در دهه 60 که فاسد نشده بودن که تو اون مبارزشون با آدم ها همین مبارزه که بنده خودم اونجا شرف حضور داشتم که نشد. به هر حال بصره رو هم نتونستیم بگیریم، قرار بود واشنگتن رو بگیریم، ولی خب بصره رو باید مقاومت کرد. بنابراین جوانان مفاسد هم که نشده باشن هم راستی دو دوست شارتا هست در خیلی تناسب ولی دیگه شوشن که اتفاق نمیفتن. اتکا به یک مبنای نظری بر حق و تلاش برای حذف خشونت آمیز دیگران، این اون چیزی که قدرت رو و تراکم قدرت رو به شدت خطرناک میکنه. و این اون که خیلی از این مسئولان جمهوری اسلامی میگن که فلان جا فلان جا فلان جا، حتی یکی دوست بزرگوار مثل آقای گنجی هم در نهایت تعجب میره توی آمریکا و میگه که همه باید سلاح اتمی نداشته باشن. دارن تعجب میکنه که پس این همه فکر و مطالعه و تحقیق کجا قرار به درد بخوره. قدرت‌های لیبرال الان توی دنیا مدت‌های زیادیه که از این امکانات برخوردارن، از همه نوعش، ولی همه اونها رو برای امنیت استفاده کردن. ولی بعضی از کشورها فقط یک کلاشینکوف دارن، یک کلاشینکوف، نه بمب‌های قاره‌پیما. با کلاشینکوف بخشای دنیا رو ناامن کردن. این خیلی حرف استاد لوحانسه این که اگه حق برای همه حق، اگه حق نیست برای هیچ کس حق نیست. این کسانی که این امکانات رو در اختیار دارن عقولی هم پشتش هست. فرق میکنه با کشور مثل کره شمالی که بخواد چهار تا بمب درست کنه و باج بگیره، و کشورهایی دیگه که احتمالاً میخوان بمب درست کنن و بیشتر از اینا بخوان بگیرن. احتمالاً میخوام بگم مثلا شما در کشورهاتون مثلا اینجور رفتار کنید، والا ما مثلا این فیکلش رو روشن میکنم. بنابراین این تفاوت رو وارد بشیم و برمیگردم سر بحث اصلی که قدرت هست. البته این بحثی که ازم گفتم که قدرت‌های متراکم لیبرالی چون پارتیکولاریسم نیستن، این مهمترین دلیل اعتماد ماست بهشون که قدرتشون علل اصول میتونه به امنیت و صلح و حتی جاستیس و لیبرتی و امثال اینها منجر بشه. یه نکته مهم دیگه هم هست، اون این که
ببینید این کشورها از منظر مشروعیت تهدید نشده. ببینید حکومتی که الهاز مشروعیتی تهدید شده نیروی پلیس درست میکنه 90% مواظب حکومته. ببینید الان برید مثلا یه جایی کنم سرگو که زبط روش نمی دوزیدن خود ماشینت ندوزیدن خودت ندوزیدن برو درست پشه. ولی میگه که وقتی شاید پیر مرد مثلا 80-90 ساله ایجا میکنم یه جلسه عدلی بگیرن قدرهای یکی ساعت و نبرد اینجوری مثلا 500 نفر به اویا نفر گفت که این معلم ها که اومده بودن آدم احساس کرد که پلیس تظاهرات کرده معلم ها مدن کنترلش میکنن. سیستمی که به دلیل ضعف مشروعیت، حالا من اینجا مشروعیت رو تعریف نمی کنم ها، به معنای به اصطلاح گسترده که به هر شکلی بالاخره بین المللی نمیدونم فلان فلان، وقتی که 15 تا عضو امپریالیست و غیر امپریالیست و شرقی و غربی و جهان سومی و همه علیه ما رأی میدن، بالاخره اینجا یه تردیدی هم داره که اونچنان هم در واقع توطئه‌ای در کار نبوده. ببینید وقتی که یک جامعه ای یک حکومتی از حیث مشروعیت احساس کرد که بنیادهای مستحکمی نداره، نیرویی که به دست میاره چه پول باشه که در بعضی از کشورها خدا میدونه در دورتر از ایران، اینجا منظورم نیست، میلیارد در ابرقدرت‌های دست دوم بهش میدن که در مراکز خاصی ازشون دفاع بکنه، یا نمیدونم مراکز مشکل آفرین در جای جای دنیا درست میکنن که این به کمکشون بیاد یا هر چیزی از این دست، و بعد هم اون نیروی پلیسی وجود داره اون خوب باشه شب احتمالا مثلا سریع که چیزی که میبره مثلا قدیما بعد از یه کافه به عنوان مزه مثلا مشروبش بگیش مثلا خواهم نگاش کنم بودم کسی نفهمه چرا اون نیرو مأموریتش این نیست. یه کارکت هایی هم میکنه و بالاخره جامعه که نمیتونه به هم بریزه که تو سرش میزن آروم بگیرن، ولی مأموریت نیروها مأموریت حسن حکومت در برای مردمه نه حسن مردم در مقابل به اصطلاح مشکلاتی به وجود میاد. این هم خصوصیت دوم نیست که چرا در حکومت های فاشیستی در حکومت های کمونیستی در حکومت های بنیادگرا چرا این سیستم پلیسی میشن، چون حکومت از مردمش میترسه قبل از هر چیز، از بیرون هم از تو میترسه چون اونا هم احساس خطر میکنه، در حالی که قدرت متراکم در فضای لیبرالی دلو بسید هم دارن امتریالی چون نه در صحنه بین المللی نگران مشروعیته نه در صحنه داخلی، بنابراین پلیسش حواسش به مردمه. این هم عامل دیگری است که چرا قدرت لیبرالی در تراکم خودش در شکل امپریالیستی خودش هم حافظ صلح و امنیت و نه ایجاد خطر کننده برای. حالا ببینید بپردازیم به این که اگر دنیا بخواد به سمتی حرکت کنه که ناامنی ها کمتر بشه و صلح بیشتر چیکار باید بکنه؟ این به نظر میاد که اولین کار و مهمترین کار این کمرنگ شدن مرزهاست. مرزها از دو جهت ناامنی میآفرینند. اولا کشورها رو تحریک میکنن که با هم بجنگن. شما ببینید من باید بتونم که مشغله تر از این چی که دو تا کشور بزرگ مثل پاکستان و هندوستان 50 ساله که 50-60% بودجه و نیرو و ذهن و فکرشون صرف اینه که اینا یه موشک این درست کنه یه موشک اون درست کنه یه توپ این درست کنه. بعد پس من فرضی داشتم که نه که همه با هم بخوام مخلوط بشن، اینا مرز در کار نیست، مثلا اینا بی پاسپورت هم میتونن برن بیان دومن چه انگیزه برای این جنگ باقی میمونه؟ تو خیلی جنگ ولی که جنگ چیز دنیا الان کم بوده. جهانی شدن بزرگترین ضامن امنیت و صلحه، به خاطر اینکه مرزها نه تنها بین دولت ها جنگ ایجاد میکنن، بلکه بین دولت ملت هم جنگ ایجاد میکنن. اگر قدرت دولت های ملی افول بکنه و یه نوع ارتش بین المللی یا منطقه یا یه نوع مثلا مراکز اقتدار بین المللی محافظ امنیت شهر و کشور رو بریزاری کشن، ضرورت وجود نمیده که حکومت مرد خودش به رنگ باز ببنده. چرا این کارو میکنه؟ بخاطر اینکه از بقای خودش میترسه. اگه 100 تا کارگر تظاهر کردن بخاطر اینکه حقوق نگرفتن ما هیچ نگفتیم 100 تا از 200 تا از تمام میشه. و این حکومت داره خیلی خیلی دستاورد داره. نظام جهانی اینا رو مینیمایز میکنه. و بعد بیه این طور نیست. ببینید قدیما بودن چهار دیواری اختیاری.
مرزهای ملی هم سازگار اختیاری. ولی تو سیستم آپارتمان نشینی مثل سیستم های این ویلاهایی که ارتفاع پرچین هاش خیلی پایینه، اون حرف خیلی معنی نداره. یعنی شما سرسرا رو اندازه مزاحم بقیه، یا آتیش روشن کردی مزاحم بقیه. اگر هر کاری که غیر نرمال و غیر روتین باشه دوستای مزاحم بقیه، بنابراین نمیتونی بگی چهار دیواری اختیاری. حرکت دولت‌های ملی به سمت جهانی شدن هم مثل حرکت از سمت چهار دیواری اختیاری و دیوارهای 5 6 متری به سیستم آپارتمان نشینی، به سیستم ویلاهایی که یه پرچین کوتاه بنویسی. دیگه نمیتونی بگی حتی دلم خواست می‌کنه. یه کاری هم دلت بخواد نباید بکنی. منتها سوال اصلی اینه که این جریان جهانی شدن آیا با در واقع غلبه بلامنازعه یه قدرت همراه نخواهد شد؟ و این احتمالاً بهترین حادثه‌ای که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده بلاغشی است. سیستم دو قطبی سیستم فاسدی است. یه روز زیر این پرچم این جمع میشن فساد میکنن، یه روز زیر پرچم اون جمع میشن فساد میکنن. داخل از کشورها، حتی کشورهای لیبرال به خاطر اینکه بعضی از کشورهای جهان سوم جلوی کمونیست بایستن، به اونها کارت سبز میدادن که در مواجهه با مردم خودشون از مقادیر وارد سرکوب برخوردار باشه. نظام دو قطبی، نظام چند قطبی علارغم ظاهری که داره که ما رو متقاعد میکنه، به نظر من اصلا قابل تصور نیست. برای چی در داخلی کشور ما نظام چند قطبی ندیم؟ به همون دلیل بدون یک ریال تماس زیاد در صحنه بین‌المللی هم نظام دو قطبی چند قطبی به تشتت می انجام، به جنگ در واقع صلح مسلح می انجام، به جنگ سرد می انجام. همونطور که همه اوغلای آدم رو تاوان انجام در داخل یک کشور، یه نفر باید، یعنی یک مجموعه سیاسی باید فکر کنند و تصمیم بگیرند. قصد دو اتمام این از یه فاصله داریم الان، ولی حداقل به لحاظ تئوری که میتونیم بفهمیم و پیش بینی کنیم و آرزو کنیم. نظام دو قطبی از چند یا چند قطبی از چند خصوصیت ما میتونه ناشی بشه. یکی حس عدالت جوییمون که آقا قدرت مثلا بستویه تقسیم کن، قدرت رو بستویه تقسیم کنه، قدرت دست طالبان و نمیدونم دست ملا عمر و ملا حسین و سمت ملاهای دیگه هم میفته و خدا میدونه که در انتها چه نتایجی خواهد داشت. یا هم که اگر عدالت پشتوانه این قضیه نباشه، لابد این هست که مثلا فرضیم که در تقابل اینها، مثلا در تعاطی اینها، یکی نتونه خیلی زور بزنه. ما گفتیم که قدرت لیبرالی نه سابقش نه تحلیل تئوریکش نشون نمیده که بخواد به اون معنی که ما در نظر داریم، یعنی مثل فاشیستا، مثل کمونیستا، مثل بنیادگرا، خود حضور اونجوری بشه. مثلا این سوال ساده میزنم. ببینید ما میریم به ماها، ما با در بین 10 میلیارد دلار درآمد تا 34 میلیارد دارن، میریم به کشورهایی که 3-4 هزار میلیارد درآمد دارن در سالهای تمدنی، ببینید چی میگیم. خوب دقت کنید جلسه حرف هر کی پیش با افتاده ای با میگیم زنای ما که میان کشور شما حتما باید حجاب داشته باشن، زنای شما که میان کشور ما حتما باید بی‌حجاب باشن. چه میگم حجاب داشته باشن، یعنی نه اینکه اگه ما اومدیم اونجا به قاعده شما، اگه شما اونجا به قاعده ما، نه ما اونجا حجاب باید باشه، حالا که قانونش چیزی هست برای ما مهم نیست و این دو قانون ما من. اگه ما که الان اینجا به دنیا حرف میزنیم مثلا به جای 30 میلیارد درآمد مثلا 3000 میلیارد درآمد داشتیم، به دنیا چی میگفت؟ معنیش اینه که اون چیزی که باید ازش ترسید چه دو قطبیه، چه سه قطبیه، چه چند قطبیه. ببینید الان توی دنیا محاسب چه بنیاد گرایی قدرت مسلط دنیا بشه، چه فاشیست بشه، چه کمونیست بشه، چه ستارشون بخوان دنیا رو مثلا فرض کنید که با همه داره اون چی از آن در نیست. در حالی که قدرت‌های لیبرالی توی 20 سال گذشته نشون دادن و حتی اگر موارد جزئی هم بوده اصلا قابل قیاس نیست و اگر انصاف بخواد وجود داشته باشه خیلی وقتا اینها فداکاری کردن، بزرگواری کردن، اگرچه اصلا انتظار چنین چیزی نیست. یعنی برای خوب بودن یک جریان سیاسی اصلا لازم نیست فداکاری بکنه، فانکشنال به نفع ما باشه کافیه، روی پلان مغال اصلا لازم نیست. ولی اتفاقا روی اونم بوده، چون خیلی از شواهد و قرائن نشون میده که اون احساسات هم در اونجا وجود داشته که جماعتی هم که دارن از بین میره و میشه بهشون کمک کرد، حتی اگر این کمک به هزینه هایم برای ما منجر بشه. همین، من صحبت دیگه ای ندارم و امیرکی برمارکی کنیست.